بسم الله الرحمن الرحیم من محمد حسن شادبه هستم با آموزش مدیر بازاریابی بین الملل در خدمتتون هستم اولین مبحث که میخواستم با شما در موردش صحبت کنم بازاریابی داخلی هستش و بازاریابی محلی این نکته مهمه که شما بدونید بازاریابی داخلی یا اینترنال مارکتینگ مخالف بازاریابی محلی یا دامستیک مارکتینگ نیستش بازاریابی محلی یعنی چی یعنی شما فورپی رو بردارید داخل مرزهای جغرافیایی اعمال کنی فورپی چی بود پروداکت پلیس پرایس پروموشن یعنی شما با تغییراتی داخل محصولت داخل پلیست از قبیل حالا توضیح میاد و چیزهای مختلف داخلشه قیمت گذارید و پروموشنت، ترویجت میتونید تو بازاریابی انجام بدید. اما بازاریابی داخلی چیه بازاریابی داخلی مربوط به کارکنان خود شرکته و با داخل کشور نباید شما اشتباه کنید بگید خب اینترنال داخل کشور دیگه نه در حقیقت تو بازاریابی داخلی ما معمولیت ها ارزش ها و اهدافمون رو به کارکنانمون ارائه میدیم و سعی میکنیم که بازاریابی داخل شرکت رو انجام بدید پس این نکته نکته مهمیه مخالف بازاریابی بین الملل بازاریابی دامستیک میشه گفتش نه بازاریابی داخلی حالا ممکنه به اشتباه یا صحوت ما از بازاریابی داخلی نام ببریم بحث دیگه ای که میخواستم بهتون بگم بازاریابی بینون ملل با بازاریابی جهانی فرق داره. بازاریابی بینون ملل ما فورپی رو ور داریم توی خارج از مرزها اعمال میکنیم. اینترنشنال مارکتینگ. توی بازاریابی جهانی اما شما یه تفاوت عمده ای داریم. اگه یه طور دیگه بخوام بهتون بگم تو بازاریابی بینون ملل تو محصولات و خدمات تو با محیط تطبیق میدی. اینترنشنال مارکتینگ. تو بازاریابی جهانی تو به بازارهای مختلف یه محصول و یه سرویس رو ارائه میکنی این اصلی ترین تفاوت بین اینترنشنال مارکتینگ و گلوبال مارکتینگه تعریف دیگه هم هستش میگن اینترنشنال مارکتینگ کشورهای دم دستیه کشورهای اطراف گلوبال کشورهای با فاصله دوره یعنی جهانی در مورد جهان داریم صحبت میکنیم اشتباه رایجی که ما تو بازاریابی بهش برمیخوریم اینه که چه به اینترنشنال مارکتینگ چه به گلوبال مارکتینگ میگن بازاریابی بین‌المللی و بخواهیم بیشتر در موردش صحبت کنیم معمولا داریم دامستیک مارکتینگ، اکسپورت مارکتینگ، اینترنشنال مارکتینگ و گلوبال مارکتینگ بازاریابی محلی، بازاریابی اکسپورت صادراتی، بازاریابی بین‌الملل و بازاریابی جهانی اگر شما یادتون باشه چارچوب ادغام و پاسخگویی خیلی شبیه این چارچوب هستش ببینید منابع بازاریابی متفاوته و هر کدوم ممکنه که یک آیتمی رو توی جا بیان کرده باشن ولی مفهومشون تمام یکیه توی دامستیک مارکتینگ یا بازاریابی محلی تاکیدمون روی همون محلی که داریم کار میکنیم و تعهدات بین‌المللی هم خب طبیعتاً خیلی کمی یا حتی اصلا وجود نداره توی اکسپورت مارکتینگ خب تعهدات بین المللی کمی هستش و بیشتر درگیر صادرات مستقیم و غیر مستقیم هستیم و اتنوسنتریک اینجا خودش رو نشون میده چارچوب ای پی آر جی رو بعدا به شما خواهم گفت اتنوسنتریک توی اینجاست توی اینترنشنال مارکتینگ توی این مدل پلی سنتریک و رجیو سنتریک رو توی اینجا دونسته چیه؟ در حقیقت تعهدات بین المللی زیاد هستش و روی کشورها و محلها تاکید داره ما توی گلوبال مارکتینگ بازاریابی جهانی دیگه تعهدات خیلی زیاده جیوسنتیکه و بیشتر روی سگمنت ها روی بخش ها تاکید داریم تا اینکه روی کانتریز روی کشورها یا محلها ببینید ما سگمنت ها رو خواهیم خوند این سگمنت از کجا میاد و چجوری میشه سگمنت بندی کرد پس بخوایم تفاوت بین بازاریابی محلی با بازاریابی بین المللی رو بدونیم اولین نکته اینه که اینها اصولشون یکسانه ولی محیطشون متفاوته یعنی بازاریابی محلی اگر شما غلط باشی اگر شما قبلا درس بازاریابی خونده باشی بازاریابی بین الملل هم خیلی نزدیک به اونه. حالا یه سری پسی بلندی هایی حالا من سعی میکنم تو این دوره که در خدمتون هستم نکات مهمی اگر در مورد بازاریابی محلی باشه که توی بازاریابی بین الملل خودشون نشون بده خدمتون بگم بازاریابی بینون ملل، توش فرصت وجود داره در حقیقت شما به خاطر فرصتی که وجود داره رفتی دنبال بینون ملل در کنارش هر جا که فرصت وجود داره ریسک و تهدید هم وجود داره شما توی اونجا استراتژی همگانی دارید یا همون گلوبال که گفتم که میتونید یک کالا رو برای تمام بخش ارائه بدید یا استراتژی بین داری استراتژی ویژه یا موردی داری که میتونید برای هر بخش یک کالای مخصوص بدید. بازاریابی محلی ویژگیش چیه؟ ساده است. دم دستته. و بحث دیگهش امنیتشه تو خیالت راحته که توی محل خودت توی کشور خودت داری کار میکنی هم لحاظ قانونی هم از لحاظ سیاسی از لحاظ تکنولوژیکی همه داری پشیبانی میشی در کنارش تفاوت فرهنگی وجود نداره ساده از دسترسی بهشون آسونه لنگویج بریر نداری صد زبانی نداری و خب بازایبی محلی این ویژگیش هستش که برای همین دوتا ویژگی خیلی مایلن که وارد بازایبی بینون ملل حالا ما تو کجای بازاری بین الملل قرار داریم؟ ببینید ایران توی رتبه 48 م قرار داره از لحاظ ارزش صادرات کالا در سال 2021. -20. تقریبا توی این چند ساله ما تو اردن 90 میلیارد دلار صادراتمون هستش. و کشورهایی هستن که خب پایینتر از ما هستن مثل اوکراین و عراق ولی کشوری که تو همون منطقه خودمون هستش و از ما و ازش بهتره ترکیه هستش. این قابل ذکره که مقدار نصف این نود یعنی حدودا 45 میلیارد دلار ما حاصل از صادرات نفتی و 45 میلیاردش حاصل از صادرات غیر نفتی حالا وضعیت کشورهای تاپ رو ببینید به چقدر بالا هستش و اختلاف آمریکا و چین که به حدود هزار میلیارد دلار میرسه و جالبه اگر شما این آمار رو با سال 2015 2016 مقایسه کنید که اون موقع 700 میلیارد دلار بود چین هزار میلیارد دلار شده اختلافش با امید. همینجاست که دلیل نگرانی آمریکا از وجود چین در بازار بینالملل ملل خودش رو نشون میده. به طور مثال اگر کشور همسایه خودمون پاکستان رو نگاه کنید جمعیتش 200 میلیونه و سالانه 73 میلیارد دلار واردات داره. سهم ایران از این عدد 3 میلیارد دلاره. بعدا با همدیگه میبینیم جزو یکی از مقاصد بسیار مناسب برای انتخاب مقصد در بازاریابی بینالملل. کشورهای همسایه ما هستن و این نشون دهنده اینه که ما به عنوان کشور همسایه پاکستان جای کار بسیار زیادی در این کشور داریم. توی قسمت ضرورت مبحث ما به بررسی 6 تا ایستگاه میپردازیم. چیا هستن؟ اولین ایستگاه ضرورت حضوره. بعد از اون آمادگی صادراتیه بعد از اون مقصد شناسی، استراتژی ورود، تدوین برنامه و ساختار مناسبه. به ترتیب یه توضیح مختصری در مورد اینها میدم و توضیح مفصلش رو در ادامه خدمتون خواهم گفت. ضرورت حضور یعنی چی؟ یعنی آیا ما نیاز به عرضه کالاها و خدمات خودمون تو دیگر کشورها داریم؟ یه جورایی در مورد اختزاعات محیطی داریم صحبت میکنیم. آمادگی صادراتی یعنی من آمادگی دارم که وارد بازار صادراتی بشم. فرض کنید دکتر به هم میگه که تو باید کمرتو عمل کنیم. خب این ضرورت داره ولی آمادگی ندارم یعنی شش ماه بعد زمینگیر باشم تو اینجا این, این مدل آمادگی صادراتی یعنی این قسمت بعدی مقصد شناسیه یعنی کدوم کشور یا کشورها برای عرضه کالا یا خدمات من مناسبه کجا برم چجوری انتخاب کنم قسمت بعدیمون استراتژی وروده یعنی برای ورود به بازار کشورها با چه استراتژی رفتار کنم چطور وارد بشم مبحث بعدی تدوین برنامه است برنامه بازاریابی یعنی چی؟ یعنی با شناسایی مخاطب هدفم های ارتباطی اثر بخش ایجاد کنم و سعی کنم با آنها انگیج بشم با آنها درگیر بشم موقعی که با آنها درگیر میشم استراتژی آیندهمونم بر اساس اون آمار و اون روندی که وجود داشته طی میکنم در حقیقت اون اسنادی که از خروجی روش های گذشته که یه شرکت به دست آورده یعنی اون ما سبقی که داشته که در آینده در موردش بیشتر باهاتون صحبت میکنم باعث میشه که جهت رسیدن ما به اون اهداف مشخص بشه ساختار مناسب یعنی شرکت من با چه ساختاری کار بینون مدنی رو انجام بده اصلا تمرکزم بالا باشه یا پایین این تمرکز تمرکز توری مدیریته یعنی تمام تصمیم گیری ها داخل قسمت مرکزی باشه یا به بقیه واحدها هم اختیار عمل دادم یا نه ساختارمون وظیفه‌ای باشه یا نه اصلا ساختار و مکانیک یا ارگانیک میزان استقلال واحد هام چقدره و تمامی این مباحث در ساختار و استرکچر سازمانمون بحث میشه و بررسی میشه در بخش ضرورت حضور ما به این میپردازیم که آیا واقعا ما نیاز داریم و خدماتمون رو تو دیگر کشورها عرضه کنیم یا خیر پس اگر دنبال این باشیم که بفهمیم چه زمانی ضرورت حضور داره یکی از اون زمانها اینه که ما بفهمیم بازار داخلیمون اشباع شده نگاه کنید تو بازار داخلیشون زودترش اشباع شد رفتن سراغ صادرات برای همین تجربهشون بیشتره و حرفه تر شدن تو کار صادرات و رفتن جدا نظری ولز داره همینو میگه که بعدا خدمتتون میگم سعی کنید تو این مباحث که دارم خدمتتون میگم شما هر چند وقت یه بار ویدیو رو استوب کنید و مثال های دیگه از خودتون بزنید به پردازیم به ادامه بحث اگه کسی تو کار ماکارونی باشه و پاشه بیاد بگه آقا من برای بازاریابی چی کار کنم بهش میگم آقا بازار ماکارونی بازار اشباعیه ما الان کلی برند ماکارونی توی کشورمون داریم و بهترین کار اینه که دنبال صادرات باشیم دیگه چه زمانی ضرورت حضور حس میشه موقع بخوای به بازار بزرگتر برسی حتی اگر بازار داخلی اشباع نشده خودمونی تخم همه رو توی سبد نذاریم مثالش چیه؟ خاویار خاویار محصولیه که خب خیلی بازار عجیب غریبی هم توی ایران نداره دیگه چه زمانی ضرورت حضور حس میشه موقعی که بخوای پول بیشتری گیر بیاریم مثل همون خاویار یا پسته یا زعفرون که تو خارج حاضرن پول بیشتری بابتش بدن. بازار عراق و افغانستان بیشتر دنبال جنسای ارزونن ولی بعضی از کشورها اصلا قیمت براشون مهم نیست. مثلا من داشتم با یه مشتری خارجی صحبت میکردم مشتری اروپایی بود. تا مرحله نهایی قرارداد طی شد و تو مرحله آخر دنبال این بود که قیمت از من بپرسه. ولی خیلی وقتا از کشورهای اطراف خودمون موقع که مشغول مذاکره هستیم همون اول و همون ابتدا به ساکن از ما میپرسن آقا شنده یعنی کیفیت براشون مهم نیستش این نکته مهمیه که شما موقعی که پول بیشتر گیر بیاری تو کدوم کشور داری کار میکنی قسمت بعدی ضرورت حضور بحث طولانی کردن چرخ عمر محصولی یعنی پرولانگد لایف سایکل اگر بخوام برای شما توضیح بدم منحنی اگر رسم کنی که محور ایکسش زمان باشه و محور یکش آیدی معمولا محصول ها چهار تا دوره عمر دارن معرفی، رشد، بلوغ و افول. حالا این قسمت تحقیق توسعه هستش که خیلی مهم نیستش. موقعی که محصولات به مرحله بلوغ میرسن، برای اینکه دیرتر به مرحله افول نرسند شرکت ها میان چرخه عمرش رو طولانی تر میکنن. یعنی چی؟ یعنی محصولی که تو بازار کشورم بالغ شده، محصولی که بازار کشورم سر تا سر گرفته و دیگه نزدیک زده شدن هستند سعی میکنم به جای دیگه صادر کنم و اونجا از محصولم استفاده کنن من تولیدم ادامه بدم و حتی میبینیم بنفیت یعنی اون آیدی ها زیادتر هم شده و بتونم درآمد داشته باشم و در حقیقت مرحله بلوغ محصولم رو طولانی تر کردم چرخه عمرم رو طولانی تر کردم مثالش رو اگر خدمتون بگم دیگه قشنگ مبحث جا میفته مثل پیزو 207 فرانسه 2006 تا 2014 داشت تولید میکرد ولی هنوز که هنوز پژو 207 تو کشور ما داره کار میکنه و داره تولید میشه یکی دیگه از دلایل ضرورت حضور بحث وابستگی هستش. بعضی وقتا شرکت برای اینکه وابستگی خودشون رو به یه بازار کم کنن، حاضرن که وارد بازار بینالملل بشن. ببینید شما نباید فقط به یک کار اکتفا کنید، چند تا جریان مالی باید داشته باشید. یعنی فقط با عراق کار نکن، با کشورهای دیگه هم کار کن. یه مثال بزنم در مورد صنعت سازی خودمون. ما تو صنعت سازی کشور پیشرفته‌ای هستیم. و الان وارد کشورهای دیگه شدیم از ونزوئلا و جاهای دیگه شدیم و مشغول صدسازی هستیم و فقط با واسطه کشور خودمون نیستیم اگه بخوام دلایل دیگر ضرورت حضور خدمتتون عرض کنم یکی اینکه برای خودمون درآمد ارزی میاره بحث بعدی این که یه اعتبار قدرت سازمانی برای خودمون میاره صادرات توی ایران یه اعتباره و یکی از دلایلی که شرکت های کوچک دنبال صادرات هم هستن همون که یه اعتبار بهشون میده و یه پرستیجی داره براشون بحث بعدی اینه که اعتماد به نفس به ما میده شما اگر تو لالیگا بازی کنی و بعد بیای توی ایران بازی کنی خب اعتماد به نفس خیلی بالایی داری قسمت بعدی ابزار تبلیغاتی توی داخل هم میشه میرید داخل مغازه خرما میخری روی بسته‌بندیش نوشه فور اکسپورت یه جورایی این بی احترامی هم از ذاتش آمیزه برای ما ولی حالا داره میگه صادر داره میکنه دیگه از دیگر دلایل ضرورت حضور اینه که این میتونه زمینه عقص تصیلات بانکی برای ما فراهم کنه باعث پاداش های صادراتی میشه یعنی اگر بحث صادراتمون خوب باشه میتونه معافیت های مالیاتی برام ما به همراه داشته باشه صادر کنندگان نمونه برخی امتیازات رو دارن باعث ارتقای یادگیری سازمانی میشه ببینید شما وقتی با خارجی ها کار میکنی سلیقه اونها و تست اونها رو میفهمی یعنی هر چقدر ارتباطاتت بیشتر باشه یادگیری سازمانی شما هم بیشتر میشه بحث بعدی کیفیت محصولاتمون هم بالاتر میره ببینید شما موقعی که بخوای صادر کنی طبیعتا کیفیتی که بازارهای خارجی انتظار دارن از محصول شما خیلی بیشتر از کیفیتیه که شما دارید تو بازار داخل استفاده میکنید البته خب استثناءاتی هم داره ما داریم در مورد ایران صحبت میکنیم و بحث بعد این که موقع که تو تو بازار خارجی داری کار میکنی موقع که برند حتی تو بازار خارجی هم فعاله طبیعتا شما با رقبای گردن کلفتری تو بازار خارج رقابت داشتی میکردی و از این طرف انقدر تو قوی شدی که حتی با برندهای داخلی هم راحتتر میتونی رقابت کنی. آقای فیلیپ کاتلر پدر علم بازاریابی جمله معروفی داره میگه وقتی میری تو بازار خارجی جنس بفروشی ریسک تو پخش میکنی به یک کشور وابسته نیستی این یکی از دلایل اصلی که ایشون نام میبره برای حضور در بازار خارجی نکته ای که هست اینه که اگر تمام دلایلی که گفتیم رو معکوس کنید واردات میشه دلایل واردات پس آیا حضور ما در بازارهای خارج ضرورت دارد؟ ببینید دو تا دلیل وجود داره یکی دلایل مربوط به کشش بازاره که جذابیت های بازار خارج رو به ما نشون میده. یعنی بازار خارج پرزن برای من یک پول زیادی داره. من میتونم به بازار بزرگتری برسم. من میتونم محصولم و لایف سایکلش رو پرولانگ کنم. طول عمر محصولم رو زیاد کنم. خب این جذابیت های مربوط به بازار خارجه. یه سری دلایل دیگه داره مربوط به ایرادات بازار داخله مثلا بازارم اشباع شده مثلا دیگه اون مقبولیت من ندارم تو بازار داخل ما مشکلاتی تو بازار داخل برخورد کردیم که برای اون میریم سراغ بازار خارج توی بخش آمادگی صادراتی ما دنبال این هستیم که شرایط لازم رو برای عرضه کالاهای خودمون فراهم کنیم حالا چه عواملی در ایجاد آمادگی صادراتی موثرن اولین مسئله بحث افق دید مدیرانه ببینید این مهمه که مدیر من دوست داره زود به نتیجه برسه یا دیر الان مدیر میاد میگه آقا میخوام وارد بازار بینالملل بشم ولی از اون ورشم فکر میکنم ممکنه که تا دو سال دیگه نباشم و وقتی بفهمه که جواب من اینه که استراتژی بازاریابی بینالملل استراتژی طولانی مدتی هستش و تا دو سه سال دیگه هم ممکنه جواب نده ممکن من بازاریاب رو اذیت یا اصلا بزن زیرش پس این یادتون باشه که اصولا تو جیبتون دوتا راه حل داشته باشید یکی راه های تند و سری یعنی آدم های کویک بین میخوان یه شکلاتی کوشه جیبتون باشه بهشون بدین و یکی دیگه راه های بلند مدت در موردش بیشتر صحبت میکنیم اگه بخوایم انواع افق دید مدیران رو با همدیگه بررسی کنیم محور ایکس مون رو داشته باشیم بحث زمان و محور ایگرگ اون رو داشته باشیم بحث مفهوم و انتظاری که هستش مدیران از ترین زمان یعنی ممکنه که از بحث عملیاتی شروع بشن تا برسن به بحث بصیرت و ویژن و هر دیدگاه مدیریتی کلانتر باشه از اون ور هم از نظر انتظاع و از نظر مفهومی که وجود داره آینده نگرتره و به ویژن میرسه مورد دیگه که در ایجاد آمادگی صادراتی موثر هستش بحث میزان آشنایی ما با فرایندهای بازرگانی بین الملل هستش یعنی اینکه کسی که فقط فکرش به این باشه که آقا پول من باید زیر سرم باشه نمیتونه تو بازرگانی بین الملل موفق باشه خیلی پیش میاد تو بازرگانی بین پول ما رو بخورن یعنی آمادگی ذهنی رو باید ما داشته باشیم دیگه چه عاملی موثره بحث بعدی اینه که آیا ما مواد اولیه مورد نیازی که اون کشور مقصد ما نیاز داره رو میتونیم تهیه کنیم یا نه و این مهمه که آیا ما مواد اولیه که داریم استفاده میکنیم با کشورهای مقصدی که داریم صادر میکنیم تطابق داره با استانداردهاش یا خیر بخش بعدی بحث پتانسیل قسمت فروش و بازاریابی هستش ببینید ما توی ایران یکی از وظایف مهمی که داریم اینه که باید قسمت فروش و بازاریابیمون قوی باشه تا بتونیم آمادگی صادراتی داشته باشیم یعنی باید خود ما به عنوان محرک رفتار کنیم خود ما تو کار فروش بازاریابی قوی باشیم تا بتونیم این کار رو انجام بدیم که همین کارهایی که داریم میکنیم باعث قوی شدن ما میشه یکی دیگه از عواملی که باعث آمادگی صادراتی میشه بحث امکانات لوجستیکی هستش بخوام براتون به عنوان این مثال مسئله رو جا بندازم کشور هلند بیشترین صادرات گل رو در دنیا داره آمار صادراتیش هم که توی فصل قبل دیدید که چه آمار عجیب غریب و بالایی هستش شما وقتی بخوای گل صادر کنی نیازمند بندی خاص هستی نیازمند تدارکات خاص هستی ایر کاندیشن خوب هستی نیازمند بحث جابجایی خوب هستی امکانات فیزیکی مختلف و غیره هستی نکته بعدی اینه که ما بتونیم به طور همزمان به داخل و خارج کشور سرویس بدیم ببینید ما باید منتالیتی آماده باشیم بعض وقتا میشه میخوایم شنا یاد بگیریم میندازندمون تو استخر دست میزنیم پا یادمون میره پا میزنیم دست یادمون میره دست و پا میزنیم نفس یادمون میره بکشیم یعنی ما باید هم به فکر تأمین نیازهای داخلمون باشیم هم به فکر تأمین نیازهای خارجمون و نکته بعدی بحث مسائل ارزی هستش توی دنیا سازمانهایی باید باشن که ریسک این نوسانات ارزی رو بپذیرن مثلا صندوق ضمانت صادراتی توی ایران یا اکسیم بانک این اکسیم ای ایکس و آی ام اکسپورت ایمپورت بانک که تو خارجه که مادرش بانک ما توسعه صادراته سعی میکنن ریسک حاصل از مسائل ارزی و نوسانات ارزی رو بپذیرم بحث بعدی بحث ملی ببینید ما یه چالشی داریم اینه که تا یه چیزی کم میاد میگیم که آقا چرا ما خودمون نخوریم بدیم به فلان کشور تو اغلب کشورهای صنعتی این مسئله رو حل شده میدونم مثلا ببینید ایراد این اتفاق اینه من دو سال توی کردستان دارم کار میکنم برای فروش این محصولی فرض کنید رو به گوجه فرنگی و بازار مخصوصش رو به دست میارم یه روب گرون میشه توی ایران صادراتش رو ممنوع میکنم و این باعث میشه کل بازاری که من به دست آورده بودم نابود بشه از اون طرف بعدا هم که بازارش رو بخوان باز کنن دیگه مشتری که من از دست دادم دیگه خودتون میدونید دیگه احتمالش خیلی بعیده برگرده سراغ من اونا یک بازار سستینبل میخوان یک بازار پایدار میخوان در حقیقت بعضی وقت ملیگرایی آدم رو به غلط کاری میندازه و خیلی دقت کن کارهایی که شما داری میکنی ملیگرایی شاملش نشه چیا شامل ملیگرایی میشه اونایی که ما مصرفش میکنیم مثلا خاویار که شامل ملیگرایی نمیشه که چون خاویار ما نمیخوریم یا کمتر مصرف میشن و نکته دیگه که هستش اینه که ما توی صادرات دنبال پرمننت اکسپورت هستیم نه اکیشنال اکسپورت ما دنبال صادرات مداوم هستیم نه صادرات گهگاه و موقعی که ما به این ملیگرایی دامن بزنیم ببینید ملی گرایی دارم در بحث صادرات مطرح میکنم نه جای دیگه این خیلی مهمه بعضی وقتا لازمه که ما خودمون نخوریم صادر کنیم تا بازارمون از دست ندیم صادرات گهگاه مثل چی مثلا یک قسمتی از انبارون پر میشه مثلا دارم صادرات گوشه گرم انجام میدن گوشه گرمم پر میشه صادر میکنم ولی اون صادرات پرمننت صادرات دائم فرق بازاری که به دست بیاد اگه از دست بدیم به دست آوردنش بسیار سخت و دشواره بحث بعدی اومده که صادراتی صد زبان لنگویج بریره خیلی وقتا یکی از مشکلاتی که دوچارش میشیم اینه که یه طرف خارجی یه حرفی میزنه ما یا درست متوجه نمیشیم یا یه چیز دیگه میفهمیم و کسی که داره تو بازار بین‌المللی کار میکنه حداقل باید دو تا زبان بلد باشه و نکته آخر بحث هزینه های انتباه هستش یا هزینه های تغییر سیستم جدید ببینید هر مارکت جدیدی که میخوایم واردش بشیم باید یه هزینه های بابت مودیفیکیشن انتباقش بدیم مثلا من ماشینا بخوام بفرستم سیبری میتونم بفرستم از نظر کانال های صادراتی اینها مشکل ندارم ولی اونا میگن آقا حتی آینه بغل ماشینی که من میخوام تو سیبری استفاده کنم هم باید گرمکن داشته باشه من نگاه میکنم ببینم و هزینه که من بخوام داشته باشم و گرم کن بذارم خیلی زیاده و ممکنه منصرف بشن یه مثال خیلی جالب دیگه بحث فرمان سمت چپ و سمت راست خودروها هستش کشورهای کمی هستن توی دنیا که فرمانشون سمت راسته کشورهای مثل انگلیس یا کشورهایی که مستمرش بودن یا اخیرا ژاپن بوده و همینا کشورهای کمی بودن ولی یکی از کشورهایی که خیلی به ما نزدیکه و بازار خوبی داشت کجاست پاکستان پاکستان هم کشورهایی که فرمونشون سمت راسته یعنی الان اگر شرکت های خودروسازی ما بخوان صادر کنند یکی از هزینه هایی که اینها به دوششون هست بحث هزینه های انتباخ هست که بعد فرمون از این و هم بیارن اون و و این جزء مسائلی هستش که جلوی دستشون رو میگیره بحث بعدیمون انواع محیط در بازارهای بینون ملل هستش اولین نکته که باید توجه داشته باشین اینه که هیچ شرکتی از عوامل محیطی ایمن نیست یعنی عوامل محیطی به شرکت وارد میشن و روی تصمیمات اون موثرن توی یه سری از منابع موقعی که میخوان محیط رو بررسی کنن از پستل نام میبرن یعنی میگن ما یه محیط سیاسی داریم یه محیط اقتصادی داریم یه محیط اجتماعی داریم یه محیط فناوری داریم یه محیط محیط زیستی داریم و یه محیط قانونی اما توی یه سری از منابع بسیار مهم محیط جغرافیایی هم ذکر میکنند و محیط جغرافیایی رو حتی فراتر از بعضی از اینها هم میدونن یعنی میگن جی حالا بریم جلوتر ببینید عوامل جغرافیایی و عوامل محیط زیستی دو تا مفهوم در ظاهر نزدیک به هم ولی عوامل جغرافیایی دیدی فراتر از این محیطی که ما داریم داخل زندگی میکنیم دارم خب جغرافیا به معنی کوه و دشت و اینها نیستش که بلکه تأثیر این عوامل روی تجارت ها و روابط بین الملل و اینها هم مهمه و اینها این که تاریخ ها رو می سازن. مثلا یه سری مثال مهم توی محیط جغرافیایی بخوام بهتون بگم مثل هانیبال اینا رو ببینید تحقیق کنیم ببینید چه اتفاقاتی بوده جنگ اول و دوم تریاک توی چین شورش تایپینگ مهمانی چای بستون سرنوشت ملی و دکترین مونرو استنبات روزولت ببینید که الان میایم میگیم که خب آقا اینایی که تو داری مثال میزنی تاریخه ولی همون تاریخی که داریم در مورد صحبت میکنیم پیش و عاملی که باعث این اتفاقات شده بحث جغرافیاست بحث اون اتفاقات بحث اون زائده های طبیعی که اونجا هستش و روی اون روابط اثر گذاشته مثال دیگه که بخوام بهتون بگم اختلاف فصل بین دو تا نیم کره شمالی و جنوبی و شما میدونید دیگه مثلا نیم کره شمالی زمستون نیم کره جنوبی تابستون شرکت جی سی پنی میخواست پنج شعبه بیاد تو شیلی افتتاح کنه لباسا از آمریکا شمالی و کانادا و مکزیک و اینا بخره بیاره شیلی با قیمت ارزون بفروشه ولی بعدش فهمید بابا فصل خرید زمستانی که توی آمریکای شمالی هستش میشه فصل خرید کالاهای تابستانی تو آمریکای جنوبی و کل پروژه عوض شد متوجه شد که نمیشه این کار انجام بده حالا به محیط جغرافیایی و محیط زیستی رو با همدیگه بررسی کنیم میبینیم که ارتفاع رطوبت و دمای هوا ویژگی های جوی هستند که به کار کرد و کاربرد محصولات و تجهیزات اثر میذاره و روی اونها موثره یعنی محصولی که عملکرد مناسب توی محیط معتدل داره ممکنه تو مناطق استوایی به سرعت خراب شه. همش نیازمند روغن کاری و خنک‌سازی اینها باشه. یه ای مثالی که بخوام خدمتتون بگم، یه شرکت تایوانی بود، تو کار لیوان بود، لیوان تولید میکرد. یه مشتری تو خبر میانه داشت، اومد یه سری از این رو گذاشت توی پالتای چوبی و پوشالاشون گذاشت و خوب سفت و محکم آماده کرد و بفرسته برای خبر میانه. خلاصه بسته رسید اونجا، بسته رو باز کردن، تمام لیوانا شکسته. چرا؟ یکی از دلایلی که متوجه شدن این بود که به خاطر گرمای هوایی که توی خاور میانه بوده رطوبت ها از بین رفته لیوان ها به هم خوردند و شکستن مثال دیگه که بخوام بهتون بگم ماشین لباس شویه. توی آلمان که محیطش مرتوبه اگر یکی بخواد لباس از ماشین در بیاره و آویزون کنه کلی طول میکشه شرکت های لباس شویه بوش و زیمس فهمیدن که 1600 دور در دقیقه باید این ماشین بچرخه تا لباس به حدی بشه که تو کشور آلمان خوش بشه ولی همون لباسشویی توی ایتالیا و اسپانیا اگه 500 دور به چرخه کافیه چون هوا گرمتره یعنی این دوتا شرکت باید ماشین لباسشویی ارائه می‌کردند که هم 500 دور در دقیقه به چرخه هم تا 1600 دور در دقیقه یعنی نکته نکته مهمیه که شما باید به جغرافی های مورد استفاده کالا توجه کنی و برای اون کالات رو مودیفیکیشن کنید. بریم سر محیط قانونی ببینید توی محیط قانونی ما سه مدل حقوق داریم یکی حقوق عرفی داریم یکی حقوق مدنی داریم و یکی حقوق اسلامی قانون اسلامی حقوق عرفی یعنی چی اینا مبتنی بر سوابقن معمولا یعنی ببین آقا عرف چی میگه مثل آمریکا توی این جهات دست قاضی بازه و دادگاه نقش مهمی داره مثلا شما میبینید توی آمریکا یه ایالتش سخت رو ممنوع اعلام میکنه یه ایالت دیگهش نه مجاز میدونه توی حقوق مدنی کتاب های قانون خیلی گردن کلفت و گنده ای دارند و قانون راجع به هر چیزی اظهار نظر کرده هفتاد تا کشور حداقل توی دنیا هستن که دارن از حقوق مدنی استفاده میکنن مثل ژاپن فرانسه و اینها خب بروکراسی بالایی هم دارن قانون اسلامی هم در حقیقت ترکیب عرفی و مدنی با همه و کشورهای اسلامی از این استفاده میکنن حالا توی محیط قانونی اگر بخوایم عناصرش رو بشناسیم اولین عنصر بحث محدودیت ها و تعریف‌هایی که از نظر قانونی روی کالاها ها ممکنه بسته بشه مثل تعرفه بالای خودروی که ما داریم مثل محدودیت ورود پرتغال به ژاپن اومدن دیدن که ژاپنی ها معدهشون حساس پرتغال بخورن البته معدهشون که جز مثال های واضح, واضح, واضح بازاری بین بحث قوی بودن معده ژاپنی هاست و از اون طرف هم یه سری بیماری های عجیب غریبی که ژاپنی ها دارن حالا بعدا در موردش با همدیگه بیشتر صحبت میکنیم دیدم بالاخره پرتغال معده ژاپنی ها رو اذیت میکنه محدودیت گذاشتم بحث بعدی بحث استانداردهای های مختلفی که برای محصول ها ممکنه بذاریم بحث بعدی قوانین ثبت برندی هستش که هر کشوری ممکن داشته باشه ببینید برای ثبت برند ما کنوانسیون های مختلفی داریم و مهمه که موقعی که ما داریم از یه برند توی کشوری استفاده میکنیم ببینیم که اون برند آیا ثبت شده هست یا نه یا آیا ما دچار مثلا دوزیه قانونی شدیم یا نه فرزن میریم توی یک کشوری عکس اسپایدرمن رو برمیداریم میزنیم رو کتابمون و در حال فروشیم قافل از اینکه ما باید این از کمپانی که اسپایدرمنو رو ثبت مالکیت کرده ما باید مجوز میداشیم این قوانین ثبت برند بسیار مهمه ما تو خیلی از نمایشگاه تجاری که میان قرفه بعد مدت درشو میبندن یعنی بعد از همون روز اول دوم چرا چون بحث ثبت برند رو رعایت نکردم. بحث بعدی فساد هستش فساد و رشوه مهمه یعنی ممکنه که پولتو نگیری یا ممکنه که تو با یه معامله معامله داری میکنی پولتو ندن بهت خب تو بعد معاملات رو طوری تنظیم کنی که کلا سرت نره مثلا توی همین ادامه بهتون میاد یعنی کشین ادوانس پولتو بگیری پولتو زود زود بگیری که ادامه خواهم گفت خدمت. و بحث بعدی بحث قوانین کشوریه که تو داری باش کار میکنی که آیا اون مدل قوانین کامان لو سیوین لا اسلامیک لو چی هستش و چجوری موقعی که به اختلاف بخوری این اختلافات حل میشن محیط بعدی که در موردش میخواستم با شما صحبت کنم بحث محیط تکنولوژیک هستش ما اگر بخوایم محیط تکنولوژیک رو بشناسیم مهمه که بدونیم آیا ما اون محصولی که داریم ازش استفاده میکنیم نیاز به تکنولوژی خاصی داره یا نه مثلا من گوشی 5G دارم ولی اصلا فناوریش توی کشور نیومده حالا البته تازگی اومده بالاخره من اون محصولی که الان دارم اگه تکنولوژیش رو کشورم نداشته باشه که نمیشه ازش استفاده کنم یا اینکه اون محصول نیاز به یه زیرساخت خاصی داره که تو کشورم نیستش مثلا من اگر بخوام سنگ معدنی خام بهش میگیم بلوک یا کوب بفرستم لبنان لبنان که اصلا کارخانه سنگبری نداره که بخواد ببره که برای همین بازار محصول سنگ خام هم نیستش یا بحث دیگه توی زمینه محیط تکنولوژی اینی که آیا میشه اون زیر ساخت رو انتقال بدیم به اون کشور مثلا مثلا پمپ سوخت تسلا رو ببرم دوبه یا من برم ونزوئلا پالشگاه بزنم توی محیط بعدی که در موردش میخوایم صحبت کنیم محیط سیاسی هستش توی بحث عناصر محیط سیاسی اولین موضوع بحث صبات سیاسی هستش یعنی برم ببینم ثبات حکومت اون کشور مقصدمون چقدره اگه حکومتش تغییر پیدا کنه همه چیز عوض میشه یعنی ممکنه که مال من به خطر بیفته یا غیر بحث بعدی بحث حمایت ها و ممانعت های دولتی تو زمینه کالای من هستش دولت یا اون کشوری که من دارم باش کار میکنم مانعی جلوی کالای من نذاشته باشه بحث بعدی درجه فساد مالی و اداری هستش که اون کشور ممکنه داشته باشه ببینید توفیقات بازاریابی صنعتی تو کشوری که فساد اداری داره خیلی کمه. بازاریابی صنعتی چی بود؟ B تو B یعنی من به عنوان مشتری یک شرکت صنعتی که خودم از صاحب یک شرکت صنعتی هستم برم و ازشون خرید انجام بدم. در حقیقت موقع که فساد مالی اداری توی اجازه زیاد باشه منافع فردی حکم میکنه و دیگه بحث بازاریابی صنعتی زیر سوال میره. بحث بعدی رابطه دولت کشور مقصد با دولت ما هستش که اگر روابط حسنه باشه خب طبیعتاً بسیار موثر روی فعالیت اقتصادی و بازگذاشتن دست من صادر کننده در کشور مقصد بحث بعدی رابطه تاریخی کشورشون با کشور ما هستش این خیلی نکته جالبی هستش که فقط کتاب کاتورا در مورد صحبت کرده و گفته آ کشورهایی که با همدیگه مشکل تاریخی داشتن خیلی سخت روابط تجاری با همدیگه داشته باشند و باید موقعی که سرمایه مستقیم تو کشوری انجام بدیم رابطه تاریخی هم را مد نظر داشته باشیم. یه مثالی بزنم مثلا آیا یه کارگر عربستانی میاد توی ایران با ایران کار کنه یا یه کارگر ترکیه ای؟ یعنی رابطه تاریخی کشورها که با همدیگه داشتن روی این موضوع بسیار موثره. دیگه عناصر موثر در محیط سیاسی بحث نوع حکومت هستش که آیا حکومت سلطه یک نفر هستش سلطه تعدادی کم ولی سرمایدار هستش یا سلطه تعدادی آدم زیاد یعنی آدم های زیادی بیان رایگی رو کنه که بینا میگن دیکتاتوری، اولیگارشی و دموکراتیک. بحث بعدی کانتری آف اوریجن یا سی هستش که نگاه اون کشور مقصد به کشور مبدع هستش مثلا نگاه ایرانی ها به کالای خارجی مثبت هستش حالا متاسفانه یا خوشبختانه بالاخره ما باید کار کنیم که بتونیم رو اقتصاد خودمون کار کنیم اما تو ژاپن و آلمان نگاه به کشورها به کالای خارجی نگاه منفی هستش توی فصل محصول بیشتر در این مورد صحبت میکنم بحث بعدی خطرات سیاسی هستش یعنی من بیام توی کشور سرمایه گذاری کنم فرض کنید سرمایه گذاری مستقیم هم کردم رفتم کارخونه زدم بعد یه اتفاقی بیفته بیان کارخونه هم مصادره کنن یعنی صد درصد مالمو بیان, بیان بگیرن هیچ چی هم بهم ندن یا سلب مالکیت کنم یه چند تا پول بذارن کف دستم و کل اون گذاری کردن وردن یا بومی سازی کنن یعنی فشار بیارن رومو و بالاخره سعی کنه با سیاست هایی که مد نظرشون هستش همراهی کنم بحث بعدی رابطه دولتشون با دولت ما هستش و بحث بعدی بحث ملیگرایی هستش که اون ملیگرایی که با شما قبلا صحبت کردم توی اینجا بسیار خودش رو نشون میده حالا من دوست دارم وارد یک کشور بشم ولی ریسک داره چیکار کنم ریسکم کم بشه اولین کار که شریک محلی بگیرم شما وقتی با شرکای محلی شراکت بکنید طبیعتا دولت اونجا هم احتمال کمتری داره که بیاد برای شما محدودیت هایی بذاره چرا چون یه مقداری از سرمایه از سرمایه خود کسانی هستش که تبعه اون کشور هستن یا یعنی اینکه برم وام بگیرم وقتی من برم وام کلان از بانک های اونجا بگیرم طبیعتا بدهکار اون دولت بشم در کنار اون احتمال این که منو از اونجا بندازن بیرون کمتره سخته ولی سعی کنم که سرمایه های ثابتی که اونجا گذاشتم و حداقل کنم و با این کار حداقل ریسک سیاسی کمتر میشه یا اینکه بیام بیمه ریسک سیاسی کنم اساسا صندوق مثل صندوق زمانت صادرات کارشون اینه کارمز میگیرن و بیمه میکنن کاری که داریم انجام میدیم یا اینکه بیام توی زنجیره ارزش اون کشور انقدر من نفوذ کنم که باعث بشه به من وابسته بشن یعنی ادغام عمودی کنم ادغام عمودی رو بخوام مثالش رو خدمتون بگم ببینید از نظر رابطه عمودی اگر یه گاوداری اینجا باشه اینجا یه شرکت تولیدی پرس کنین شیر و لبنیات باشه و پایین هم توضیح کننده باشه این روابط بهش میاره روابط عمودی حالا اگر من شرکتی باشم که هم بسته بندی شیر و اینها باشم از ور گاوداری هم داشته باشم خب توی زنجیره ارزشی فعال هستم که فقط دارم میدم به توضیح کننده که توضیح کننده بده به مشتری نهایی یعنی من تونستم زنجیره ارزش اون کشور رو به خودم وابسته کنم مثال های خیلی زیادی هستش مدل دیگه ای که میشه ریسک سیاسی رو کاهش داد اینه که تراز صادراتی کشور رو بهبود بدم یا بحث واردات اون کشور رو کم کنم این باعث میشه که آمار دولتی بهبود پیدا کنه و خود دولت از من حمایت میکنه بحث دیگه استفاده از منابع تولید محلی یه جورایی وارد زنجیره ارزش من بشم که این هم باعث میشه دولت از من حمایت کنم اگر من فناوری و سرمایه به اونجا انتقال بدم خودش باعث میشه که دولت از من حمایت کنم اگر من شغل ایجاد کنم اگر من شغل آفرین و کارآفرین باشم این باعث میشه که اون ریسک تجاری من پایین بیاد و خود این یه بافری هستش که جلوی این ریسک تجاری رو میگیره اگه من کمک کنم سعی کنم که به ارگانهای مختلف و به بحانه مختلف کمک کنم و تبلیغات داشته باشم پروموشن خوبی داشته باشم موجب ایجاد حمایت دولتی میشه مالیاتم هم اگر خوب بدم و با باعث بشه که دولت به من وابسته بشه خودش باعث کم شدن ریسک تجاری میشه توی بحث انواع محیط به محیط اجتماعی رسیدیم که از اونجایی که خیلی نزدیک به محیط فرهنگی هم هستش من کنار همدیگه اینها رو آوردم اولین مبحث که میخوایم بهش بپردازیم به SRC هستش یا Self Reference Criterion یا بحث خود یعنی شاخص خود ارجاعی بهش فارسی ترجمه کردن یعنی چی؟ یعنی منبع ناخداگاه که یک کسی ارزش های فرهنگی تجربیات و دانش خودش رو معیاری برای تصمیم گیری قرار میده به زبان ساده تر بخوام خدمتون بگم من تجربیاتی که دارم رو اون عقیده ای که دارم رو و اعتقادات انتظارات و خیلی چیزهای دیگه ای که دارم رو میگم که همه همین عقیده رو دارن همه همین انتظارات رو دارند و این چه آفتی ایجاد میکنه اینی که وقتی که دارم تو بازار بینون مدل کار میکنم محصولی رو به اونها میدم که میگم این محصول عرفش همینه دیگه فرزن همه دارن فرمون ماشینشون سمت چپه ولی خب بعضی جاها از فرمونشون سمت راسته یعنی این SRC خیلی نکته مهمی هستش و خیلی باید بهش توجه بشه که دچار همچین آرزه نشیم. یه بحث محیط اجتماعی دو تا نظریه هستش که معروف ترینشون آقای هافستد هستش. میگه آقا چند تا شاخص هستش که با استفاده از اون شاخص ها میشه فرهنگ ها رو دستبندی کرد. مثلا شاخص فاصله قدرت یا به اختصار میگن PDI. یا شاخص فردگرایی و جمعگرایی که میگن این شاخص مهمترین شاخص هستش یا شاخص مرد و زن سالاری یا شاخص اجتناب از عدم اطمینان UAI یا نگرش بلند مدت و کوتاه مدت و اینها و بر اساس این شاخص ها میان فرهنگ ها رو تقسیم بندی و دسته هاش هم هستش و از اونجایی هم که خیلی معروف هستش خیلی بهش نمیپردازه اما یه دسته بندی دیگه هستش که آقای ادوارد هال معرفی کرده به عنوان های کانتکس و لو کانتکس. ببینید مفهوم مفهوم خیلی مهمیه بسیار کم بهش پرداخته